هرچند غرور و خوی افراطی در از جایگاهی است که انسان رو در موقعیتی قرار میده که اون شادی حقیقی رو نداشته باشه اما آن طرف سکه حس حقارت و نیز خود کمبینی هستش که دلیل ناآرامی و پریشانی ما میتونه بشه و مجال شاد زیستن رو متاسفانه به ما نمیده چرا که ما رو در مسیر خوی تفریتی اسیر میکنه از این رو شخص شکننده میشه آسیب پذیر خواهد شد ناامید و خست دل و منظوی و گاهی نسبت به موضوعات زندگی خودش حساس میشه و این رو اعلام میکنه که من نسبت به این موضوعات حساس هستم و این بیشتر به او آسیب خواهد زد و نهایتا افسرد دل و نیز غمگین خواهد بود و نمیتونه در مسیر شادی و آرامشی که خدا براش مهیا کرده جلو بره یکی از دلایل خودکمبینی احساس شرم و گناهکار بودن و یا مقصر بودن هستش که کلام خداوند به ما میاموزد که چگونه بتوانیم از اون آزاد بشیم همون ابتدا میبینیم که آدم و حوا متاسفانه زمانی که در عهد شکنی قرار گرفتن متوجه این احساس شدن حسی که تا به اون زمان نداشتن و این حس شرم بود و احساس گناه بود که باعث این شد که این حقارت در وجودشون قرار بگیره پس کلام خدا ما رو مدام تشویق میکنه مدام تشویق میکنه که ما بتوانیم در زمانی که اشتباه میکنیم نسبت به دیگران پوزش بخوایم در زمانی که گناه میکنیم نسبت به هدف خلقت توبه کنیم و اونجا هستش که خداوند ما رو آزاد میکنه